Assalamu alaikum mardum sarbalandu saodatmandi vodi zarxizi Farghona inak dar navor bo khabar va ruydodhoi oxirin roz bakhsh informatsioni payomi rozi televizioni sokh dar studiya bo shumo Javohir Ghanijonov. O'zgidromet xabar doda bud ki rozhoi 10 va 13 may dar hududhoi kuhi kishvar ehtimoli omadani sel vujud dorad. Dirus dar bazi mintaqahoi kuhi nohiye sokh jola borida sel shadid omad. Dar natijai omadani sel beshtar istiqomat kunandagon mahalle mal bud zarari jiddi didand. Guzorish avvalini mukhbiramon dar hamin xusus. Kuhoi sarbafalak joygir shuda ast har sol hodisahoi istirori marbut ba oqizi rukh medihand. از جمله در دهه ملبود که یکی از مناطق کوهستانی این ناحیه به شمار می رود تخمیناً ساعت 18:00 دیروز باران شدید باریده در نتیجه آن سیل آمد و بر اثر آبخیزی به حوله کشزارها نقلیات و چاروای زیاد شهروندان ضرر جدی رسانید. بر اثر حادثه اضطراری راه یگانه که دهه ملبود را با مرکز ناحیه می پیوندد پر اشغال شد و در آمدن به دهه غیر امکان بود. و البته به جای واقع آمده رسیدیم، راه خیلی مشکل شده است، ابگار شده است، گذشتن خیلی مشکل و به واسطه کوه آمده حاضر ما وارد محله گردیده استادیم. طبق معلومات ها البته خاندان های اهالی ضرری جدی دیده است. خانه مان زیر آب ماند و شب را در کوهسار روز کردیم، گفتند ساکنان دهه. تفتیشات معلوم کرد که چاروای مردم حتی ماشین نوی متیز نو خریدی یکی از ساکنان دهه ملبوت را سیل برده است. اما مهمتر از همه در بین اهالی تلفات نیست. من انا همین ترته ونه دی بینه داخره نشونیدن که بان موننده دیدم من را شانتین من خونه دونو با همین ترته وکنه نمین او نه انم دیگه نه انم این حالت با اومده مکن این آفت طبیعه دکن این هیچ که وی نه آخره خدایش که زور نیو در محله همون حداقل یک نقطه خدمت رسانی طبی نیست گفته شکایت کردن آنها اما بعد تازه نمودن راه یک گروه شفاکاران در حال بده هواری شده هر یک شهروند را از نظارت طبی الحال گذرانیده ایستادند. برای تازه کردن موضعی های از سیل ضرر دیده تمام تکنیک و قوه سفربر کرده شد. کارمندان مسئول فوراً به جای حادثه حاضر شده برای رفع عاقبت های حالت فوق‌العاده چاره ها اندیشیدند. هر بیان شرکت دارند و هر یک خانه خراب شده از جانب آنها تازه کرده می شود. صادر بودن طبیعی آفت نتیجه سده معنی سکتر حدودی نوابود محلسی حسابدگی شو ملبود مسیفدن کتا سیل کلده. شو سیل کلش عاقبت ده شورده یشوچی qarolar xonadonlariga, tadbirkorlarni bino inshootlariga, bog'larga, mana ta'lim muassasalariga zarar yetkazilgan. Hozirda mana bu kecha selda oqibatida shu yetkazilgan zararni bartaraf mana ko'chalarni tozalash uchun biz barcha kuch imkoniyatdan foydalanib, tumanimizdagi barcha maxsus texnikalarni jalb qilib, hozirda kechadan beri ishni tashkil qilganmiz. Hozir shtab tuzdik, tuzilgan shtab o'sha tegishli komissiyalar ham tuzdik. Shu xonadon ma xonadon kirib mana shu ushbu massivda yashovchi 195 ta xonadonni birma-bir ko'rib o'sha ularni podvallariga suvlar seldi nimasi kirib ketgan joylarini aniqlab ularni bartaraf qilish uchun barcha choralarni ko'ramiz. Bundan tashqari endi tumanimizdagi barcha korxona tashkilotlar mana harbiy qismlardan bizga yordamga kelib yaqindan yordam berishyapti. Xudo xolasa zudlik bilan bartaraf qilish chorasini ko'ramiz. Дар ҳақиқат штаби махсус ташкил карда шуд ва аъзоёни он ҳар як хонаи вайроншударо аз назар мегузаронанд. Мақомот гуфтанд ки хисороти расида аз сел ба онҳо ҷуброн карда мешавад, яъне зарарҳо бартараф карда мешаванд. Барои мардуми деҳаи Малбод маҳсулотҳои озуқаворӣ имрӯз бепул оварда шуда тақсим карда шуд. Корҳои бартараф намудани оқибатҳои сел дар деҳа давом дорад. Мо аз ин рӯ ба мавзӯъ боз бармегардем. در ازبکستان شخصاً با تشبوسی رهبری دولت به مسئله معین کردن تنقیصیات در بین اهالی خاصه نسل جوان و تبابت کردن این بیماری اعتباری علاهیده ظاهر می‌گردد. یک گروه شفاکاران از پایتخت کشور برای برطرف نمودن بیماری های اندوکرینولوژی به ناحیه سوخ آمده اهالی خاصه نسل جوان را از نظارت طبی گذرانده استادند.
در مملکت ما در بابت به وجود آوردن سیستم ثمره‌بخش خدمت اندوکرینولوژی به اهالی کار وسیع برده می شود. از جمله در ولایت ها دیسپانسر اندوکرینولوژی که در این ساحه به اهالی خدمت طبی می رساند در سیستم اتحادیه های طبی ناحیه و شهر شعبه های این سمت عمل می کنند. کارهایی که پزشکان این مرکز در سمت بلند برداشتن صفت خدمت رسانی طبی در ناحیه های دوردست، رفع نارسایی یا در اهالی دریافت راه های معاصر تبابت و تشخیص دیابت قند انجام دی هم واقعا هم شایان تحسین است. شفاکاران مرکز رسولیکوی تخصصی علمی و عملی طبی اندوکرینولوژی با اشتراک کارمندان ساحه طب که در مؤسسه های طبی منطقه ها کار میکنند در موضوع های اکتوالی اندوکرینولوژی تکنولوژی های نو و دستاورد های علم درس های مهارت میگذرانند. شفاکاران مرکز اینچنین بیمارانی را که به یاری طبی نیاز دارند معاینه میکنند. آنها به مکتب ها رفتن نسل جوان را که آینده مملکت بواسطه به آنها وابسته است از نظارت طبی گذرانیده تنقیسی یاد را معین کرده ایستادند. گرمانتونچی یان برده پریزنتم قرارمز چکم اندوکرینولوژی خزمتن تکاملشترش بوچه. اساسی چاره تربرارمز دن بارد که اوشگن با اوشمگن احال آرسه ده اندوکرین کسل اکلن این تارنکلش. اوشگن احال دیگنمز بو باخچه، مکتب، لیسی. Asosiy maqsadimiz bu endokrin kasallikni oldini olish deganimizda bu yurt tanqisligi kasalliklar semizlik bolalar orasida semizlik va jismoniy va jinsiy rivojlanish orqada qolishi oldini olish. Bir hafta ichida biz vodiy regionlarni qamrab olmoqchimiz. Kecha biz Anjon viloyatida maktab bilan bog'chani ko'rikdan o'tkazdik. Screening deganimizda bu aholini, uyushgan aholini ko'rikdan o'tkazish. Bugun mana Farg'ona viloyatining Anklav So'xtumanga kelib, maktab va bog'chani endokrin kasallikni oldini olish bo'yicha skrining tadbirlarini o'tkazmoqchimiz. Hozirgi tadbirimiz shu maktab ichida 7-chi, 1-chi va 4-chi sinflarni orasida, onlarning orasida skrining tadbirlarini o'tkazamiz. حالا در نوحه سو 1172 نفر از بیماری اندوکرینولوژی رنج میبرند. برای آنکه اهالی از چنین کسلی های وزنین آزاد باشد، پیش از همه به تشکیل طرز حیات سالم در آیله دقت جدی دادن لازم است. اگر بیمار به طرز حیات سالم رعایت نکند، به مشکلات جدی دچار می آید. به گفته متخصصان 85% صحت شوی به شخص وابسته است. در 15% باقی مانده شفاکاران سبب شده می توانند. از این رو هر یکی ما نباید فراموش کنیم که برای سلامتی خود مسئول می باشیم و بیماران عادی کرده فهماندن متخصصان. شفاکاران مرکز رسپوبلیکوی مخصوص گردانیده شده علمی و عملی طبی اندوکرینولوژی در ناحیه سوخ در دوام 3 روز ساکنان ناحیه را که گرفتار بیماری های اندوکرینی می باشند از معاینه طبی گذرانیدند. مقصد اساسی چنین عمل های نیک رسانیدن خدمت با صفت طبی به اهالی ناحیه های دوردست باور کنندن به اصلاحات امروزه می باشد. تامین نمودنی زنان و دختران دهات به جای کار دائمی یکی از مسائل مهمترین به شمار می رود. در ناحیه سوخ باشد میل و رغبت زنان و دختران اساسا به ساحه دوزندگی خیلی زیاد می باشد. از این جهت در حدود سکتور یکم کارخانه های خرد دوزندگی تشکیل کرده شده است که حالا گزارش نوبتی ما در همین خصوص. در بینای سکتور یکم که رهبریش در ذمه حاکم ناحیه سوخ می باشد، بغیر از کورس های دوزندگی، کارخانه های خردکک دوزندگی نیز براه مانده شده است که در آنجا زنان و دختران کورس دوزندگی را ختم کرده فعالیت می برند. در اینجا اساساً سر و لباس زنانه، کودکانه و کرپه و بسترها برای مردم دهات تیار کرده می شود. با آنها ماشین های دوزندگی زمانوی در اساس سوبسیدی داده شده است. بغیر از این در بینای سکتور کورس دوزندگی نیز براه مانده شده است و در آنجا زیاده از 15 نفر سر و اسرار زندگی را الحال آموخته استادند. همین 15 نفر زنکای حاضر کورس دوزندگی در خانانسی هم 3 ماه کورس دوزندگی اینها حاضر هم ستاژ کار میشد اینها و هم چهوریه یاد میگرن دوزندگی هست در اسرارش هم سرتیفیکت داده میشد اینها و 3 ماه چقدر معاش میگرید؟ یک ماه به نیم میلیون معاش میگرم اینها و اکن همین سر اسرار دوزندگی یاد داده حاضر هر روز اینها مسیان شنبه یک شنبه دم حاضر در دوام 3 ماه اینها یک دوزنده حقیقی شده میبرایم از اینجا؟ مستقلانه کار برده میتوانند؟ مستقلانه همون اویله هاشون با یوردم کرده هیچ نه انه بچ کنوشونه انه دختروشونه بیپل داره همون چه دوزنده و نبرده خداشون وای میکنن دختر
و خدا اویلهاشون به یاردم میرسونه. واقعا هر یک شخص خواه زن باشد خواه مرد باید کسب و هنر آموزه، زیرا بزرگان میگویند که شخصی کسب یا هنر داشته در حیات اصلا به دشواری دچار نمیآید و زندگی فراوان میگذراند و بین مردم صاحب احترام میگردد. پرزیدنت شوکت میرزیایف در هر برآمدهای خود عاید وضع اقتصادی علاهیده استاده گذشته میگوید که یگانه مقصد اساسی ما کم نمودن سطح کمبغلی و راضی نمودن اهالی از اصلاحات و سیاست میباشد. برای از کمبیزاتی برآوردن اهالی و آنها یاری مادی یک مراتبگی رسانیدن نه، بلکه آنها را به آموزش کسب و هنر جلب نموده به جای کاری دائمی تامین نمودن ضرور است، زیرا انسان در دست هنر یا کسب داشته باشد البته در زندگی در نمیماند. در بینای سکتور حاکم در نتیجه براه ماندن دو عدد کارخانه خردکک دوزندگی زیاده از 25 نفر زن و دختر دهات به کاری دائمی تامین شده است. طوری که آگاه هستید، از این چند پیش در نهای سوخ قسمت نهایوی آزمونی بهترین مکتب از روی آموزش زبانهای خارجی برگزار گردیده بود. در آزمون خوانندگان مکتبهای نهای سوخ خیلی فعال اشتراک کردند. دیروز غالبان آزمونی مذکور تقدیرانده شدند. در مرحله اول آزمون برای دریافت جایزه مکتب بهترین تعلیم زبانهای خارجی در ناحیه سوخ 110 نفر مکتب بچگان شرکت ورزیده بودند. در قسمت ناحیوی مکتب رقم 22 جای اول را، مکتب اقتدارناک رقم 2 جای دوم را، مکتب با تکنولوژی های اخبار اختصاصانیده شده رقم 2 جای سوم را اشغال کرده بودند. دیروز در مکتب های 2 و 22 مراسم تقدیرنامه سازی غالبان آزمون مذکور برگزار گردید و در آن حاکم ناحیه سوخ سید بهرام سید موسایف همراه مهمان اون از پایتخت کشور آمده اشتراک کرد. در قسمت نهایوی آزمون مکتب رقم 22 جای اول را اشغال نموده تحفه پرزیدنت 100 میلیون سوم مبلغ را به دست آورده بود. مبلغ ها به مقدار معین به آموزگاران زبان های خارجی دبستان و خوانندگان در آزمون اشتراک کرده در وضع متنتن تقدیم کرده شد. باقی مانده مبلغ برای مستحکم نمودن بعضی مواد تکنیکی دبستان مصرف کرده می شود. رغبتناک ساختن خوانندگان مکتب و آموزگاران به آنها موتیواسیا بخشید، گویم خطای صادر نخواهد شد. در ناحیه مون المپیاد گذرانده شد و المپیاد در بین مکتب های ناحیه زبان خارجی رو کدام مکتب این نقصتر می آموزاند در باره همین آزمون شده گذشت و در آزمون البته مکتب ما غالب شده سزاوار جای یکم گذشتند و من با طلبگان و معلمان این مکتب امروز روزی تقدیرندن همین مسابقه شده گذشت و به هر یک طلبه ها و هر یک معلمان تحفه های پرزیدنت سپریده شد و ما این به نهایت خرسند هستیم. ما باز می خواهیم که در ناحیه مون، ما می دانیم در ناحیه مون به طلبه های دانا چقان سرابند، فقط ما اونها را برآورده نمون لازم است. من در مکتب 5 کس اشتراک کردنش در کار باشد. در مکتب ما به نهایت طلبگان بسیارند، می خواهند وی ها هم اشتراک کنند در این آزمون ها. ما خواهانیم که دیگر طلبه ها هم مثل همین طلبه ها اشتراک کنند و غالبی همین خیل المپیاده ها، غالبی همین خیل آزمون ها شوند. در واقع در تدبیر پدر و مادر خوانندگان در آزمون اشتراک کردن شرکت ورزیدن، آنها از آن ممنون بودند که فرزندشان علم می آموزد و لکه حاصل علم را به دست می آورد. یعنی آنها کتاب خواندند، زبانهای خارجی را آموختند و من امروز به مقدار 4 میلیون سومی مبلغ را به دست آوردم. البته آدم علم آموزد کم نشد، من انا همین نتیجه شد امروز دیدم، همون کتاب خوندم علم مختم، من امروز میوه‌ش دادیم. همه طلبه‌ها رو با کتاب خوندن علم مختم تفسیر میکنم. چون این چورابینی در دبستانی با تکنولوژی های اخبار اختصاصانیده شده رقم دوم نیز برگزار گردید. مکتبی مذکور در آزمون جای سوم را اشغال نموده به مقدار 50 میلیون سوم تحفه پرزیدنت را به دست آورده بود. در تدبیر حاکم ناحیه سوخ سید بهرام سید موسیف نیز اشتراک کرده اهل دبستان را به این موفقیت تبریک نمود و قید کرد که علم کتاب چراغ عقل است. کسی که کتاب میخواند و علم میآموزد البته در حیات موفق میشود. با آنهایی که در آزمون اشتراک کرده بودند مکافات های پولی تقدیم کرده شد. حاکم در دوام نطق خود با آموزگاران فن زبانهای خارجی دبستان عرض منداری نمود و با آنها نیز مکافات های پولی را در وضع متنتن سپارید. کورکتن لوده بزنی مکتب ماست، اکینچی مکتب فخرلی اوچنچی اورنی گلدیک و شنین اوچن اوکوچلارمز اوکتوچلارمز رغبالندرلده و پرزیدنت سوغاس 50 میلیون مقدارده مکافات بلند تقدرلند مکتب ماست. بندن ده حرکت قلامز ده هاوسه کلیجکته فقط اوچنچ فقط تومان دیماز بلکه رеспوبلیکالرده هم فخرلی برینچ اورنلرده ایگرلشکه استاید
حرکت قلامز. خلاصه سیاست آشکار بیانی ازبکستانی صاحب اختیار، واریشوی فعال به بازار جهانی، گسترش همکاری های بین المللی در تمام ساحه ها نیاز به دانستن زبان های خارجی را زیاد میکند. از این رو در مملکت ما به تعلیم زبان های خارجی آموزش آن دقت مخصوص داده میشود. طبق سفارش پرزیدنت ریاست‌جمهوری ازبکستان، مینبات در ناحیه‌های دوردست نقطه طبی 1002 تشکیل کرده می‌شود. مقصد اساسی به اهالی محله‌های دوردست رسانیدن خدمات سفتنگی طبی می‌باشد. از 1 ژانویه سال 2023 در ترکیب پلی‌کلینیک اویلوی در منطقه‌ها نقطه‌های طبیبان اویلوی تأسیس داده شده، از ماه ایون سال جاری مبلغ اضافه‌ای مقرر کرده می‌شود. از 1 می سال 2022 در محله‌هایی که از مؤسسه‌های طبی ابتدایی دور جایگیر شده اند، پونکت های طبی محله تأسیس داده می شوند. معاینه طبی پروفیلاکتیکی اهالی، برنامه های سکرینینگی و خدمت رسانی پترانژی تنها طبق ترتیب تصدیق نموده وزارت تندرستی ریاست‌جمهوری ازبکستان و در مهلت های مقرر شده گذرانیده می شود. دخالت دیگر تشکیلات ها به این جریان اجازت داده نمی شود. از 1 آگوست سال 2022 سیستم نوی ریتینگی بهادهی سمرناکی دختران اویلوی و پلیکلینیکه های اویلوی جاری کرده می شود. در آن نشان دهنده های رهایی از وزن زیادتی در منطقه ها، رعایت پرینسیپ های غذای درست، بلند برداشتن فعالیت جسمانی، پیشگیری بیماری ها از قبیل سکته دل، اینسولت، دیابت قند، آنکولوژی معیارهای اساسی خواهند بود. در هر 6 ماه کارکنان طبی که نتیجه های مثبت به دست آوردند هوسمند کرده شده، مؤسسه طبی که نتیجه های بهترین نشان داده است با مکافات ها و تحفه های قیمت بها سرفراز گردانده می شوند. بینندگان عزیز و ارجمند، این بود با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش خبری پیام روزی تلویزیونی سرخ. در همین جا با بخش خبری حسنی انجام می بخشیم. خیر، سلامت باشید، اما شما ما را ترک نکنید، زیرا برنامه های تلویزیونی سرخ دوام دارد.